وقتی که حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن، چند لحظه قبل از اینکه حضرت عیسی از دنیا بره، سرش رو به آسمون دراز کرد و گفت خدایا اینها رو ببخش، اینها نمیدونستن چی کار میکنن. ما علی‌حضرت از شما تقاضا میکنیم که ملت ایران ببخشید، اونا هم نمیدونستن که چی کار دارن. خیلی برای من مشکل بود علی‌حضرت رو اونجور ببینم در اونجا که آمده نشسته، تمام لوله ها رو از بدنش باز کرده بودن. یه روز قبل بود، قبل از مرگش بود. علی‌حضرت گفت من تمام کارگرها رو سهیم کارنامه کردم، من زنها رو آزاد کردم، من اصلاحات ارضی کردم، من دانشگاه رو مجانی کردم، قضا برای فرزندان اون در مدرسه ها دادم، سپاه دانش درست کردم، سپاه بهداشت درست کردم که همه از بیماری و ناخوشی و تراخم و مالاریا نجات پیدا بود. چه کار بودش که من نکردم در این مدت برای من کردم؟ آقا چرا این ملت پشتش رو به من کرد؟ گفتم علی‌حضرت این ملت میدونی چرا پشتی به شما کرد؟ این کاراکتر بشر اینه. من یک روزی در هواپیما که میرفتم روزنامه نوی سوریش سایتونگ خوندم که یکی از روزنامه های وزین سوئیسه که در دنیا خیلی معروفه. یه مقاله نوشته بود راجع به سوئد و بعد نوشته بودش که چیز غریبیه که در سوئد، یک مملکتی که تمام مقررات که در اونجا وضع شده برای راحتی مردم هستش، ولی اینها در سوئد خودکشی میکنن. میدونین چرا؟ برای اینکه مرفه هستن، برای اینکه همه چی دارن و از خوشحالی به خودکشی دست میزنن. علی‌حضرت ملت ایران هم خودکشی کرد. ملت بعد هم تو روزنامه نوشته نباید این انقلابی که در ایران شده اسمش گذاشتش یک انقلاب و اسم اینو گذاشت خودکشی ایران و ایران خودکشی کرد. موقع ایران خودکشی کرد که در بهترین وضع زندگی مردم بود، راحت ترین فکر رو داشتن. همه کارگر همین حرفای کراسات ماست. گفتم از میدونی این همینه، این خودکشی ملت ایران بودش. بعد گفتش که خب به هر حال ببینم که بعدا با این کاری که کردم به کجا میرسید.